هشدار دسته‌های انتخاباتی از استفاده نیروهای امنیتی در برابر معترضان انتخاباتی. استفاده از نیروهای ویژه امنیتی در برابر معترضان انتخاباتی در ولایت کندوز شمار از نامزدان و سیاسیون کشور از جمله عبدالله رحمت الله نبیل و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور را سخت نگران ساخته است. این ستن هشدار می‌دهد که نباید از نیروهای امنیتی به خاطر اهداف سیاسی استفاده شود. به گفته این سه سیاستگر افغان، استفاده از نیروهای امنیتی در برابر مردم به اهداف سیاسی خیانت ملی است و این کار افغانستان را به بحران خواهد برد. اما چرا در برابر مردم از نیروهای امنیتی استفاده می شود و عواقب آن چه خواهد بود؟ من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر در این مورد آقایان عزیز تانکزی، آگاه مسائل سیاسی و فهیم فطرت فعال سیاسی اینجا با من حضور دارن. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای تانکزی، روز گذشته رئیس اجرای کشور در یک نشست خبری گفت که نیروهای ویژه امنیتی کسان را که اعتراض کرده بودند در برابر بازشماری آرا اونها را سرکوب کرده و یک تن هم کشته شده. حالا پرسشی است که چرا از نیروهای امنیتی باید برای سرکوب کسایی که اعتراض میکنن استفاده شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه خدمت شما و دوست گرامی مهمان ما و بینندگان محترم تلویزیون خورشید سلام خود برسانم، ما از تلویزیون کارمندان تلویزیون خورشید تشکر میکنم که آزادی بیان اینجا مراحت کردن و دموکراسی اینجا مراحت میکنن. یعنی هر کسی که با هر نوع مفکوری باشد اینجا اونا میتونن که آزادانه صحبت کنن. آمدیم سر از اینکه در قندوز واقعی که به وقوع پیوست دو روز قبل، ما اول خدمت شما عرض بکنم که آیا ما هنوزم در طول تای 40 سال گذشته که اصلا قانون جزای افغانستان که یکی از قوانین معتبر افغانستان است این تطبیق نشده، قانون اساسی را خود یک طرف بگذارین، آیا قانون به دست مردم صالحم یا در اینجا حاکمیت یا نظام مردمی برقرار است؟ چی میخواییم بگوییم؟ من خدمت شما عرض میکنم که وقتی که مامور ضبط قضایی یا مامور خدمات عامه وظیفه خود در یک جای انجام میته، در یک عمل او ماموری از این میشه که وظیفه خود انجام بده و در برابر از او صد و بمیان میه افراد شرور افغان و افراد و اشخاصی که اونا اصلا قانون نمیشناسن و میخواهند که در برابر قانون استادگی کنند، در مورد از اونا شما باید چی کنین؟ آیا پلیس وظیفه افراد شاروالی را داره که سرکار را جرم میکنه یا تنظیفات داره؟ کسی که اعتراض میکنه پلیس باید سرکوب کنه؟ پلیس باید ایتور اعتراض ایتور سرکوبش کنه؟ یکی شنیه که ده تاش باید میزد به دلیل از این مال دلیلش برتان میگم اینجا دولت موجود است. یعنی اگر تو اعتراض مدنی میکنی تو باید یک روز پیش پلیس در جریان بگذاری که من اعتراض مدنی میکنم. تو خونه میمانی که دفتر انتخابات واس کنه، قلفش واس کنه، پلیس تو سر حمله کرده میدی. پلیس خیلی به تفاوت سونه سعی کنه، پلیس باید تو بزنه، یکی نه 10 تا نه 20 تا بزنه. کرزی با کل مردم افغانستان معلوم است که یک آدمی است که افغانستان به نمیت یک حالت کشان. آقای عبدالله هم امروز هم عضو حکومت است و مامور اجرایه، یعنی ما سی قوه داریم که قضایه است و اجرایه است و چیز است مقننه است. ای عضو قوه اجرایه است دکتر عبدالله. ای چی کار هستی؟ با کدام حق میگه که شما انتخابات استاد بکنین و ما اجازه نمیتیم که دفترها را باز بکنین؟ ای با کدام حق و با کدام صلاحیت میگه؟ نامزد است، درست است. نامزد باید حرف خود برات به کمیسیون بزنه. نامزد نمیتونه که یورش ببره دوست چهار فرد شرور افغان یورش ببره بعد دفترهای کمیسیون. آقای فطرت، روز گذشته رئیس اجرای کشور رو میدونه نامزد انتخابات کنفرانس داشت، اونجا مشخصا گفت که از طرف پلیس سرکوب شده معترضان در چند ولایت از جمله قندوز، با یک تن هم گفت که کشته شده. سخنگوی وزارت داخله در فیسبوکش نوشته کرده که دروغ محض است این حرفای آقای رئیس اجرایه. بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از پیش درود میفرستم به بینندگان شما، به مردم با شهامت و با عزت و مجاهد افغانستان، زن، مرد، پیر، جوان که در این هوای سرد خزانی به خاطر دفاع از حقشان در خیمه های تحصان و بر ضد تقلب، بر ضد تمامیت خواهی، انحصار، جل، تزویر، دروغگویی در افغانستان آمدین استاد شدین، از خداوند براتون بیشتر عزت بده. دوم از این بزرگوارم خواهشم ایست که حرف خود پس بگیره، مردم افغانستان شرور نخواه.
مردم با عزتی هستند که امروز به خاطر دفاع از حقشان اونجا اومدن در برابر یک دیکتاتور متقلب فاشیست که افغانستان را به لبه پرتگاه برده، اومدن مجبور شدن از مجبوریت استادن حق خود دفاع میکنن. منظورتون رئیس جمهور غنی است؟ واضح است. از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، پلیس ملی، ارتش ملی، امنیت ملی، ما سپاسگزار هستم که به خاطر دفاع از عزت ناموس مردم افغانستان هر روز قربانی میتن. و خواهشم ازشون این است که به خاطر حمایت و دفاع از یک دیکتاتور فاشیست خدای نخواسته سبب نشن که در برابر مردم خود قرار بگیرن. این نیروهای دفاعی و امنیتی برادر ما هستن که هر روز شهید میشن قربانی میتن. این نیروهای دفاعی و امنیتی پدر ما هستن، از او آدمی است که امروز در خیمه اونجا نشسته به خاطر دفاع از رایش. ای خو کسایی نیستن که از غرب آمده باشن به خاطر دزدی اینجا و دنیا را از فساد اخلاقی گرفته تا فساد مالی تا چور و بیت المال بوش و افغانستان گرفته باشه. ما میخوایم اینجا بر مردم افغانستان واضح بگویم که شما صاحب وطن هستین، بچه‌تون در ارتش است، بچه‌تون در امنیت ملی است، بچه‌تون در پلیس ملی است و شما در حمایت از اینا استاد هستین و هر روز به خاطر افغانستان قربانی میدین. نیروهای امنیت ملی باید بدانن که بر مبنا بر اساس قانون عمل بکنن. ماده 36 قانون اساسی افغانستان با صراحت میگه که تظاهرات مسالمت آمیز به خاطر مقاصد جایز بدون حمل سلاح حق اتباعی افغانستان است. کسایی که میان مردم افغانستان شرور میخوانن، کسایی که میان مردم افغانستان میگن که یا حق ندارن پلیس سرکوبشون کنن، اونا اشتباه میکنن. فردا مردم کتی از اینا محاسبه میکنن. و چهار تا تکنوکرات غرب آمدگی که در افغانستان امروز اینجا اومد از فکر میکنن که این مردم مثل خودشون بیریشه هستن که هر چی خواستن برشون میگن. ما به مردم ما هوشدار میتم، اجازه بدید ما هوشدار میتم که بحث افغانستان اجازه بدید مثلا بحث قندوز میم که مسئله افغانستان دیگه از باز کسی رقمی ساده نگیره. افغانستان سرنوشتش تعیین میشه. کسی که با تقلب به سرنوشت مردم یک دور حاکم شده بار دیگه میخواد که با استفاده از نیروهای امنیتی افغانستان برای مردم شلیک بکنه و بیا اینجا حاکمیت بکنه. این خواب شلیک شده در قندوز؟ بله شلیک شده. ولی سخنگوی وزارت داخله میگه که سخنگوی وزارت داخله اجازه بده اگر میگین ما اینجا وزارت داخله هر چیز دیگه هم وزارت داخله اومد از گفته است که واقعیت نداشته است، اما واقعیت یک چیز دیگه بوده. دیروز در قندوز بله یکی از ناظرین ما به شهادت رسیده بعد از اینکه زخمی شده بود. بله. اینجا شما ببینید سخنگوی وزارت داخله. بله من اینجا اسناد و مدارکی دارم که باز اون نشون میده که شهید شده. و مسئول ناظرین ما، ناظرین تیم ثبات و همگرایی در مسئول کمپاین در ولایت قندوز زخمی شده و امیر عزت شفاخانه است. خب نیروهای امنیتی مجبور هستند که زیر فشار یک آدمی به نام به اصطلاح سرقمندان اعلی اونا بیان بگوین که کتمان بکنن. درست. اما اجازه بدین که این قصه پیشینه داره. شما دیدین که اشرف غنی جنبش رستاخیز تغییر سرکوب کرد، خون مردم در اینجا ریخت، 90 تا بچه از آرار تحصیل کرده را ماستر سپاسگزار سرکوب کردن. این قصه را مردم افغانستان به سادگی اشکنار شده نمیگذارن. برای شما به اساس قانون حق مردم است که اعتراض بکنه. شما حق ندارین بیان مردم را شرور بخوانین و بگین باید سرکوب شون. تا مسئله قندوز ما خدمت شما عرض بکنم که هنوز معلوم نیست که توسط کی این عمل صورت گرفته. معلوم است توسط نه تلویزیون هم دیگه قسمت چیزی گفته او را با سارنوالی و قضا هست او را باز در اونجا معلوم میشه که کی کار کرده و اونجا هر کسی که اونجا متضرر است طبعا عریضه خواهد داد. ولی خدمت شما عرض بکنم که در اسباب اباحت از ماده 117 قانون کد جزا الا ماده 125 تمامنش وظایف است که برای مسئولین ضبط قضایی و مامورین ضبط قضایی یا پلیس یا داده میشه و در مقابلش صد وجود میه. امروز ما دولت داریم، اینجا دولت موجود است، اینجا هر کسی که میخواد که قانون باز یک مرتبه به دست خود بگیره با مو قانون به سرش زده میشه و هیچ کس این حق نداره که قانون عالی دست خود قرار بده، از قانون استفاده سو بکنه و بخواد که به دفاتر عمله کنه، دفاتر تحت تهدید قرار بده، دفاتر مرولا کنه. اینا این حق ندارن و اگر این کار میکنن طبعا در مقابلشان قوت‌های نظامی افغانستان است. اونا مجبور هستند که از تمامیت ارضی افغانستان و از
مسئولیت مردم افغانستان دفاع بکنند. ولی به گفته آقای فطرت حال اگر کسی میاد در برابر تقلب استاد میشه، در کجای قانون کی حق داده برای پلیس که بالا از او شلیک شود؟ خب تا حال موضوع تقلب معلوم نیست که کی متقلب است، ولی متقلبین کسانی هستند که اینا سه ماه قبل صدا میگدن که تقلب است و تقلب است. اگر کسی میگه در دری یک مطل است، میگن که دوز بر سر خود پر داره. او کسی که متقلب نباشه او هیچ وقت نمیگه که تقلب است. تشکر. سپاسگزار دامی بحث را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید. به ادامه برنامه خوش آمدین. آقای فطرت، خوب حتما تبصیری دارین در مورد حرف آقای استانکزی. در کنار از این، تنها وظیفه نیروهای امنیتی به اساس قوانین نافذه کشور تامین و حفظ جان و مال و ناموس مردم افغانستان است. اینا برعکس میان اعمال را اجرا میکنن که به گفته شما مردم را در برابر خود قرار میدن. فکر میکنین که اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه عواقبش چی میشه برای مردم افغانستان؟ نیروهای بیشتر، همونطور که من پیشتر اشاره کردم، نیروهای امنیتی و دفاعی مردم افغانستان تاج سر، نور چشم و قوت قلب افغانستان هستند. اینا هستند که امروز با قیمت خونشون از افغانستان دفاع میکنن. در غیر از او، کسایی که دیروز انس حقانی را یک تروریست از زندان رها کردن به خاطر معامله ازی که در افغانستان رئیس جمهور شوند، قاتل مردم افغانستان هست، اونا خون ما این را هم هر روز معامله میکنن و اونا میشناسن کیا کیا هستن. صدها تا تروریست، هزاران تا تروریست از زندان بگرام، از زندان پل شرقی کابل رها کردن، اونا دوباره رفتن تفنگ گرفتن، در سنگر آمدن مردم را قتل عام کردن. انس حقانی را، مالی خان رشید، سردستای تروریستا را شما دیدین که با سر خم در ارگ رهایشان کردن. اونا رفتن مثل هم قصه دکاندار پشاوری را که آورده بودن، اونجا رفتن که به چیز استادای آمریکایی از قبل میگن نیست و نابود شده، نیستن، کجا هستن، دوباره اینا آمریکایی‌ها آوردن. متاسفانه چیزی به نام حکومت و دولت در افغانستان وجود نداره که او عزت داشته باشه و او عزت و وقار یک دولت و یک ملت بیا حفظ بکنه. ما خیلی عذر میخوایم برای یک مردم مجاهد و سرفراز و با عزتی که در فاصله نیم قرن دو تا تجاوز شکست دادین و این سرزمین است که بلیست بلیست ازی خون شهدا است. امروز یک آدمی که کلمه خدا یاد نداره، نماز یاد نداره، او میاد دعوای زعامت در وطن میکنه و این مردم هم خاموش هستن. من نمیفهم که مشکل در کجا است. و مثل این بزرگوار همینجا آدم ها میاد جرات میکنه مردمی را که یک خانم هم پیشتر دیدم در تخار دمی سردی زمستان استاد شده بود به خاطر رایش. او نه شرور است، نه متقلب است و نه خدای نخواسته کدام آدمی است که اوباش باشه که یک کسی اینجا بیاید جرات کنه و این مردم شرور بخونه. ما از مردم افغانستان خواهش ما همیست که اول با امیر اقام بزرگوارهای چیز بکنن، محاسبه بکنن که با مردم افغانستان دیگه اهانت بس است. حالا شما میگین چی شد؟ در ارگ اهانت کردن. بله؟ با قیستانگ زید چی شد؟ چی شد؟ مردم افغانستان بیا پرسان کنه که من شرور هستم. تعریف شرور چی است؟ یک کسی به خاطر اگر حرکت مدنی آمد از جاده به خاطر دفاع از حقش، او تفنگ نگرفته است، او آمد از اختشاش نکرده است، او بغاوت نکرده است، آمد از میگه برادر کار خلاف قانون، کار خلاف طرز العمل، کمیسون انتخابات، افغانستان میبری به بحران، حق ما است، ما رفتم رای دادم، کلکم قطع شده، خونم ریخت است، تو چطور میای صندوق به سر خود باز میکنی؟ اینی میره مردم افغانستان پرسان بکنه. درست است. آقای استانکزی، خوب میگه تعریف شما از شرور چی است؟ چرا باید بین مردم افغانستان را شرور خطاب بکنین؟ از شما میگه باید پاسپورت صورت بگیره، مردم باید بپرسن از شما. مردم افغانستان 99% مردم افغانستان جهاد کرده، او گروه ها یا او کسانی که امروز در مسند قدرت هستند و از رای چور چپاول معادن و دیگه و دیگه و فروش اسلحه بالای پاکستان صاحب قدرت و سرعت شدن، یا مجاهد هم نیستن و یا جهاد هم نکردن، یا تانک میزد که تانک آینش بگیره با پاکستان بفروشه. جهاد مردم افغانستان کرده. ما صنف 12 بودم، ما 4 سال با اینجا شدیم، ما جهاد کردیم در کجا؟ تو خونه کردیم، ما جهاد کردیم، احمد جهاد کرده، محمود تو که چهار نفر تو فندار یک جایش و در گروهی که بودم یعنی واضح بود در کجا جهاد کردین وقتی که به جهاد مردم اهانت میکنید؟ اجازه بدید در کجا جهاد کردین؟ شرور افغان کسی هست که بدون از این که حکم قوانین نافذه کشور اینا مراعات کنند و بدون از اینا میرن تظاهرات میکنن و دولت در جریان قرار نمیتن، مراجع مسئول در جریان قرار نمیتن، دست به اعمال میزنن که خلاف قانون است. حالا در کجا قانون اومده که باید پیش از اینکه شما بین تظاهرات بکنین
حکومت را خبر بسازید، اگر خبر نساختین شروع هستین. اما تو یک ماده یک اسم رو بفرمان در مردم بگوید. مشخص سر از این همیم که در کجا کلک کی قطع شده یا کدام خانم در کجا منتظر ازی بوده که بحث مردم افغانستان است و طبیعی از کشور است و صدایش بلند میکنم. من این بحث خدمت شما به این دلیل میکنم که کسانی که قانون زیر پای میکنن، احکام قانون ما دیدیم در 40 سال گروه های مختلف بود که قانون زیر پای کردن، دست به کشتار و ویرانی زدن و امروز باز میخواین که یک مرتبه دیگه به مسند چوکی برسن و این گور خدا اینا به خواب ببره. مردم افغانستان دیگه به گروه ها قطعا اعتماد نداره. شما به جای اونمو کسی که امروز اعتراض کرده، از دید اونها عملی را که امروز کمیسیون مستقل انتخابات انجام میده زمینه را مساعد میسازه برای تقلب. حالا این شرور است این نفر به اساس قانون جرم است؟ من مشخص گفتن نمیتونم که کی شرور افغان است، ولی کسانی که میخواه از قانون به دست خود بگیره و عمل غیر قانونی را انجام بده، بله او شرور افغان است. اعتراض عمل غیر قانونی است؟ اعتراض به چند نوع است. یکی اعتراضات مدنی است که مردم میبره، اونا دولت از ایجان قرار میتن. نداشتن کی را شما میگین؟ امی کسایی که روز گذشته در کندوز نه، مطلب من سر روز گذشته نیست، مطلب من سر عمومی است. ما عمومی گپ نه، عمومی صحبت نکنین. موضوع ما واضح است، سر حادثه دیروز است. نه، مثلا حادثه دیروز هنوز معلوم نیست که فایده کی کده، از طرف کی نفر از بین رفته، از طرف کی کسی زخمی درست. شده. نه پلیسی را به عهده خود گرفته و نه در سارنولی کدام احکام صادر شده این قسمت، نه در محاکمه. تشکر آقای فطرت. نیروهای ویژه در کشورهای دیگه کارهایی را میکنن که مردم طرفدارش باشه. در افغانستان هر جای افراد ملکی کشته میشه میگه نیروهای ویژه کشته، هر جای یک کس را آزار میده میگه نیروهای ویژه. حتی حال اینها را میکشن موترهای پیش از سیار شیشه سر نیروهای ویژه پاک میکنه. چرا از اینها باید این گونه استفاده شد در حالی که طالب و داعش است؟ مشکل دیست که به قول شاعر خانه از پایبست ویران است. یک آدم دیکتاتوری که در افغانستان هیچ کدام حس تعلق به مردم افغانستان، به خاک افغانستان، به ثبات افغانستان، به بحران افغانستان نداره، اینمی آدم آمده خود سر قماندان اعلا میخوانه، یک آدم متقلب، اینمی آدم سوراخ دعا را گم کرده است. نیروهای امنیتی افغانستان، همونطور که من پیشتر تعریف کردم که تاج سر مردم افغانستان هستند، اینا خصوصا نیروهای ویژه قطعات خاص به مقاصد خاص اینا تعلیم و تربیت شده. اینا از پول کمک‌های دوستای بین‌المللی، از پول تکس ملی مردم افغانستان اینا تعلیم و تربیت یافتن تا در برابر حراس افغانی، در برابر تروریسم، در برابر دهشت افغانا اینا بیان وظیفه انجام بدن. امروز در ننگرهار هم میروند یک خانواده را قتل عام میکنن، در میدان وردک و لوگر هم میروند ده ها تا معلم مکتب هم قتل عام میکنن و بازپرس هم صورت بازپرس هم صورت نمیگیره. پرونده از این کجاست؟ در سمنگان و غزنی و بغلان هم میروند این نیروهای خاصه تفنگشون در روی مردم راست میکنن. آقای غنی اشتباه میکنه، فکر میکنه که این راهی را که روانه است این سبب میشه که با دیکتاتوری، با میل تفنگ بالای مردم افغانستان یک بار دیگه هم تحمیل شوه، مردم از تفنگ خود بترسونه. مردم افغانستان این را میفهمن که اشرف غنی هیچ تعلقی با مردم افغانستان نداره، نه به پشتون تعلق داره، نه به تاجک داره، نه به هزاره داره، نه به ازبک، به هیچ کسی هم. در خانه پدری خودم رفتن نمیتونه. اینمی آدم نیروهای امنیتی را به مقاصد شخصی خودش استفاده میکنه و ما از وزیر داخله و از معین ارشد امنیتی خواهش می است که شما به عنوان نیروهای امنیتی افغانستان، به عنوان که در رهبری نیروهای امنیتی قرار دارین، شما آدمای مسلکی درس خوانده هستین، هرگز تلاش نکنین، کوشش نکنین که وسیله و ابزار سیاسی یک سیاستمدار قرار بگیری. او ما باشم، احمد باشم، محمود باشم. شما گفتین غنی متعلق به مردم افغانستان است، متعلق به کی است؟ متعلق به یک جامعه غیر افغانستانی. مثلا کی؟ شما برین تعریف کنین که آدم از کجا آمده است. درست. در او 5 سال گذشته 45 هزار نیروی امنیتی را خودش با افتخار میگه که ما قربانی کردیم. که آیا شما در تاریخ سیاسی کشورهای دنیا برین مطالعه بکنین، ای تو وجدان بیدار پیدا میشه که بیایه با افتخار بگویه که ما 45 هزار نیروی امنیتی را قربانی کردیم چه خود حاکمیت میکنیم. سپاسگزار. پاسختون چی است؟ خواستم زیر برف و فطرت
خب او نظر شخصی خود آقای فطرت است، ما دو قسمت چیز گفتنی ندارم، ولی میپذیرین که غنی یک شخص متقلب است، ولی بزرگ میخواد بالای برده مردم حکومت بکنه، رئیس جمهوری افغانستان صورت میگیره قذف چیزی به نام رئیس جمهور وجود نداره. رئیس جمهور کسی میباشه که او از برآمده از نتیجه انتخابات اشرف غنی افغانستان است. اجازه بده شما که پیشتر آقای استانی شما که پیشتر از قانون اساسی یاد کردین چیزی به نام رئیس جمهور در افغانستان وجود نداره و برآمده از انتخابات هم نیست، به مردم افغانستان است و ای در 26 سالگی تفسیر و ترجمه قرآن کرده و ای که کسایی که بیشینه کسایی که اونا خود حافظ قرآن میگن و کسایی که خود عالم دین میگه بیا امرایش بیشینه و امرایش صحبت کنه. خب ای که شما هر تومت و چیزی که میکنین بالای از او کار شخصی شماست و به اخلاق اجتماعی شما تعلق داره، من او قسمت چیزی گفته نمیتونم، هر کس میفهمه او اخلاق اجتماعی شو تربیه فامیلیش، ولی یک چیز براتون بگویم که تقلب خودش جرم است. اگر ما پیش از پیش بگویم که فلانی متقلب است خودش یک جرم است، اگر او متقلب نباشه چه اسناد دارین که او تب متقلب است؟ باید اسناد راه شود به سارن والی به ماکن کلانترین اسناد همی است که 1,000,000 رای دزدی کرده، این همیاله سبب شده که افغانستان ببره به بحران. بحث دیگه ایست که ما الحمدلله یک شهروند آگاه و تحصیل کرده و صاحب دانشی وطن هستم و به این افتخار میکنم. بحث تربیه فامیلی را گفتین که اول تربیه فامیلی را با احترامی که به شما دارم از خود شروع کنین که مردم شرور نخونین. شما در این سن و سال وقتی که مردم میین یک حرکت مدنی عدالت طلبانه مردم شرارت میخونین، معنیش ایست که امو تربیه فامیلی از اینجا نشأت میکنه که از کجا شروع شده. ما میخوایم که چلنج بتم اگر امی ملت مسلمان و مجاهد افغانستان شاهد باشن و آقای استانکزی هم و شما هم. برنامه تلویزیونتون هم لایف است. اگر آقای اشرف غنی الحمدلله شریفه در 25 سالگی پیش یک عالم دین و پیش یک عالم دین تا پایان قرائت کرد، من فردا در افغانستان براش بیعت میکنم. درست است. تشکر آقای استانکزی. خوب اشاره کردن به اسنادی که شما خواستین، گفتن که 1,000,000 رای را دزدی کرده. خوب این که 1,000,000 رای دزدی کرده، اول خود همین دزدی هم یک کلمه بسیار بد است که ما یک کس را بگیم دزد یا دزدی کردی. این باید خودش یک نزاکت خاص داره که آدم به چی شکل بگوید. اگر به هر صورت شاید معلوم شود یا 3 روز بعد یا 4 روز بعد یا 5 روز بعد که کی برنده است کی بازنده است. ولی یک چیز برای شما بگویم که مردم عام افغانستان بله. که 90% مردم عام تشکیل میده، اینا دیگه به کسای رای نمیتن که وا افغانستان چور کردن چپاول کردن تاراج کردن و به نام جهاد ممنون. مردم رو کوبیدن و کشتن، با وا دیگه رای نمیتن. درست آقای فطرت، خیلی فشرده بگوین اگر ادامه پیدا بکنه روند سرکوب، خوب اعتراضای تا ادامه داره، باز چی عواقب میتونه داشته باشه؟ مردم افغانستان تصمیم خود گرفتین. من از مردم افغانستان سپاسگزار هستم. مردم افغانستان البته کسایی هستن که در اینجا ریشه دارن، خانواده‌شون است و به این وطن تعلق دارن. آبادی و ایرانی مردهشون در قبرستان افغانستان دفن است، زندهشون در خیر و شر مردم. به حساب زمان آبیانه صحبت میکنیم. شریک است مردم افغانستان تصمیم خود گرفته. نیروهای امنیتی هم ازشون سپاسگزار هستیم که مطابق قانون برخورد میکنن و سبب نشه خدای نخواسته که برخورد غیر مسلکی نیروهای امنیتی سبب ایجاد یک بحران کلان در افغانستان شد. سپاسگزارم از حضور اردویتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما همچنان. تا بعد، خدا نگهدار.